در پی وقوع جنایت ضد بشری علیه اهالی روستای شیعنشین سیو شیور در شهرستان نیلی از توابع ولایت دایکندی افغانستان که بیشتر اهالی از قوم هزاره هستند سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان شیعه رایس بیانیه ای صادر کرد در بخشی از این بیانیه رسمی که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده آمده روز پنجشنبه 24 نوامبر 2022 جنایت وحشیانه ضد بشری در روستای شیعنشین سیو شیبر رخ داد که بر اثر آن دست کم نه غیر نظامی به شهادت رسیدند این بیانیه افزود بر اساس جدیدترین اخبار و اطلاعات دریافتی شیر آیسباچ از بین شهدا دست کم یک نفر زن و چهار کودک بین 11 تا 14 ساله بودند این در حالی است که محله‌ای که در آن این جنایت وحشتناک رخ داد جز محله های امن و بیهاشیه بوده و تا کنون هیچ گونه اختلاف و درگیری مذهبی یا قومی بین اهالی و نیروهای طالبان در آن رخ نداده است سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان در بیانیه خود همچنین آورده افزایش جنایت ها علیه قوم هزاره و سکوت مسئولان حکومتی مربوطه در برابر آن و عدم اتخاذ تدابیر امنیتی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی حکومت را در مزان اتهام قرار می دهد و شاعبه کمکاری و کوتاهی مسئولان را ایجاد می کند که بدون شک به وخیمتر شدن اوضاع منجر خواهد شد. این بیانیه همچنین افزود، بر همین اساس وضعیت موجود ما را بر آن داشت که طالبان را مسئول جنایت ضد بشری اخیر بدانیم زیرا آنها مسئول حفظ امنیت مردم هستند ما همچنین سازمان ها و نهادهای حقوقی بین را به اتخاذ موضع و انجام وظایف خود در قبال چنین حوادث و جنایت هایی دعوت می کنیم تا عدل برقرار شود و عاملان چنین جنایت هایی زودتر شناسایی، محاکمه و به مجازات خود برسند. در پایان هم وقوع چنین مصیبتی را به خانواده های داغدار تسلیت ارز کرده و همدردی خود را با آنان اعلام می داریم.